نخستین بخش برنامه امروزی خود قرار داریم و مهمانی عزیزی دعوت کردیم. دکتر زرغونه مهدی متخصص نسای ولادی هستند و موضوع مهمی که امروز در برنامه انتخاب کردیم وزنگیری خانم های باردار هستند که وزنگیری یک امر طبیعی هست و حالا چقدر این وزن میتونه برشان معمولی باشه و چقدر میتونه این وزن بیشتر از این وزن معمول که برشان تعیین شده میتونه برشان خطرساز باشه. خواستیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم و دکتر صاحب را امروز با خود داریم. دکتر صاحب عرض سلام درود، خیلی خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد به نام الله ایمانم. البته سپاس فراوان دارم از شبکه تلویزیونی رای فردا با برنامه های همه جنبازی باشن. صحت و سلامتی همه کارمندشان رو میتونم به شما و همچنان دوستایی که بینید هستن. شنیدار باشین. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، موضوعی که ما انتخاب کردیم امروز وزنگیری در زمان بارداری هست که بارداری معمولا خانم ها حتما وزن میگیرن یا مثلا وزن شاید ببازن. گفتیم وزن معمولی که در زمان بارداری چقدر یک خانم باردار باید امون وزن نداشته باشه چقدر هست؟ البته وزن یا چاقی همو کتلی حدود است که برای هر شخص تعیین شدنه و هر سن سال خصوصا در دوران نوجوانی و کودکی نوزادی که وزن بسیار مهمه. در قدم دوم که مهم است برای خانمهای حامله، همطور که شما فرمودید که چقدر وزن نرمال است. اصلا وزن نرمال از کتله وجود برای نیتوزی بدنی تعیین میشه. این چه قسم است که خانم یک شخص وزن میشه و قدش اندازه میشه، قدش مربع میشه. مثلا اگر 100 باشه، 100 سانتی باشه، یک متر است، این مربع میکنم که 2 میشه و وزن از 50 کیلو. این 50 را که تقسیم 2 میکنم 25 متر. این 25 وزن نرمال است، یعنی همین حدد نرمال کتله وجود است. یعنی کتله وجود چیزی را میگن که وزن وقت اندازه میشه و بروزون یک عدد ثابت معین نداره، از هر شخص فرق میکنه. یعنی شما شاید بپرسن که عدد معین از چقدر است؟ عدد معین از 25 تا 30 است. اما اگر 20 تا 25 باشه هم به شکل لاغر متوسط، لاغر نرمال گفته میشه به شکل متوسط، و 30 تا 35 هم یک چاق متوسط گفته میشه. یعنی گفته میتونیم که اگر این بی‌ام‌آی ما یا کتله طبیعی بدنی از 20 تا 35 باشه تقریبا عدد نرمال گفته میشه، یعنی وزن هم بدنی محاسبه میشه. حالا همون این کسایی که از 20 پایان باشه لاغر گفته میشه، از 30 بالا باشه یعنی وزندار یا چاق گفته میشه، یا درجه بندی دارن نظر به می بیمای است. اگر سر خانمای حامله ما حرف بزنیم، خانم حامله به شکل نرمال یا طبیعی در حدود از این وزن اضافه میشه. این وزن اضافه هست چی است؟ البته در ماهان اولی در ماهان آخر از جنی پلاسنتا مایه میتی چربی که در داخل شکم ذخیره میشه و پستانه و شیری که شیر تولید میکنه مقدار خون است. وزن چقدر تعیین کردن که باید هر خانم حامله از اقل 19 کیلو الی 18 کیلو وزن میگیره. البته از بالاتر هم خطرناک است، از 19 کیلو پایینتر هم خطرناک. همین به اینجا باید بگویم که چقدر، البته یه اندازه که ما گفتیم 19 کیلو تا آخر ماه میباشن نه در هوا. در ابتدا خانم در 3 ماه اول روزانه 300 گرم وزن میگیره. در بازو در ماه 4 تا ماه 7 روزانه 500 حلبت گرم وزن میگیره. بازو طفل داره تکمیل میشه، باز وزن گیریش کم میشه. یعنی اگر این محاسبه شده باید داخل ماه خانم اگر وزن میشه اندر نزیر به این اندازه باشه که گفتیم.
این ما ببینیم که هر کدام هم چیزایی رو که یاد کرده چقدر باید وزن داشته باشن. یک جنین 3 تا 4 کیلو مایی همین پیکش 1 تا 1 لیتر وان با وزن میشه کیلو گفته میشه. پلاسنتا 1 کیلو 1 الی 1 کیلو مقدار چربی که هست 3 تا 4 کیلو مقدار خون ازی که اضافه میشه 1 یا 2 لیتر هست. این که محاسبه شده تمام ازی باید این مقداری که ما گفتیم با این عدد میرسن. خب اما بعض اشخاص هست که ازی مقدار کم وزن میگیرن و بعض اشخاص هست که ازی مقدار زیاد وزن میگیرن. این همه حقیقت خانمی که وزنش کم باشه باید پیش دفتر مالج خود بره و وزن خود را بگویه و او داشته اصلاح کنه که باید تا آخره دوری بارداری خود روزانه چقدر این وزن بگیره. این که شخص لاغر باید 14 تا 18 کیلو تا آخر بارداری خود اضافه شد. یه شخص متوسط است که این وزن میشه این را میگن که 12 تا 16 کیلو وزن بگیرم. اما شخصی که چاق باشن اما 10 تا 12 کیلو اضافه میشه. این یک چیزیست که محاسبه نسبتا دقیق تر کار برم و توصیل دقیق تر کار برم تا امی وزن اینو پوره برم. بله دکتر لطفاست مکن نکات بسیار ارزشمنده. ای که باید وزن خود معمول خانم چقدر باشه و ای که ناشی از چه چیزهایی می باشه ای وزن خانم های باردار اشاره بسیار خوب داشتن. حالا زمانی که اضافه وزن در بارداری و یا کاهش وزن در بارداری ای که یک بارگی وزن خانم بلند میره و دوباره کاهش وزن پیدا میکنه آیا میتونه خطرساز باشه؟ در صورت که خطرساز است چقدر؟ مثلا خانم وزن متوسط یا کم داره به خطر وزن زیاد میشه. این خودایی میشه بدن میگه مشکلی گفتن مواد غذایی غیر منظم است در خطر وزن زیاد سلاح یقینا مقدار چربی دیگه زیاد میشه. وقتی که چربی دیگه زیاد شده در پلوش همیشه امان رو داشتیم به نام دیابت یا شکر به زمان داروی امکان داره او رو بلند و یا امکان داره چربی خون کلسترول بلند داره. در این دو مشکل که پیدا شد در پلیس چون خون چرب میشه امکان داره قلب درست کار کرده نکنه، یعنی این خون رسونی و پمپاژ خون درست صورت نمیده، این یک عوارض قلبی پیدا میشه و یه این که فشار بسیار بلند پیدا میشه. این امکان داره کلیه‌های شریانی سری فعالیت نکنه. پس اینا هر کدامش به وجود خانم یک صدمه است. خود خانم همین وقت فشار بلند داره در پلیش نفس سنگی و کلیه‌ای یا باطشدگی به وجودش پیدا میشه. پس خودش مریض میشه. یا شکر که پیدا کنم امکان داره در پلوش تشنگی و اشتهاش زیاد شه، این هم بهش خودش خطره. در جنین به چه خطر پیدا میشه؟ فکر کنیم که خانم اگر شکر دیگه میشه اینا اشتهاش زیاد میشه، طفل هم وزن زیاد میشه. وزن زیاد طفل عاقبت چینه نیست که یک اولادت مشکل یا انسدادی یا بندیش در اولادت رو پیدا میشه. پس طفل پیدا میشه باید صدمه پیدا میشه، باید صدمه دماغی پیدا میشه. یا امکان داره که امی فشار بلنده که داره کمبود اکسیژن در طفل بشه. کمبود اکسیژن اگر در ماهای هوا در دماغ طفل صدمه میرسن. یا امکان داره که امکان اکسیژن درست نرسه شد خون و مواد غذایی در طفل نرسه سبب معیدیت میشه، امکان داره سبب سخت میشه و نسبت کمبود اکسیژن خواب طفل هم کم میشه. امکان داره یک زایمان زودرس پیدا شه یا پریمچور پیدا شه یا نرس و یا امکان داره در داخل بطن تلف کنه که یک خطر بسیار به جنین میشه. خطر مادر میتونه جنین
تمامش از تصدیل برمی زید. اگر فرمودی شما وزن کم باشه، یعنی از نوزکیلو کم باشن، شما می کنیم در مجموع این خانم کم خون میشه. همین کم خون هم نصده، کم خون هم نصده، این بسیار شدید از باید دیده مادر که خون کم شد دیگه ویتامین ها و مندولا و همین مواد ضروری وجود که هست که شم و پروتین کار بود اون هم کم میشه. کم بود از اون خود هم این مشکلات ها که دوام زیاد نه امکان داره سبب مریضی که مجبوریت که شاید خیلی باید وزن کم و یا مشکلات ولودی یا یک مریضیت پیدا شه. بله بسیار عالی دکتر صاحب. دقیقا کاهش وزن هم خطرساز می باشه، همچنان افزایش وزن هم. بعدا دکتر صاحب کدام مواد خوراکی ها برای افزایش وزن چقدر تا چه اندازه می تونه رول داشته باشه در افزایش وزن جنین یا خود مادر در زمان بارداری؟ البته گرفتن غذای مناسب بر خانم ها ضروریه، اما بعض خانم ها فکر می کنن که ما آل باید به اندازه دو چند یا دو نفر باید غذا بگیریم که هم کاملا غلط است. اینا باید تنظیم غذایی داشته باشیم، غذای خود را به مقدار کم و به فاصله کم بگیریم، یعنی که اگر شش بدنه امیره سه بدنه شش یا پنج بدنه غذایی بگیرن، اما در هر تایم غذایی را که میبینن یعنی غذای مختلف باشه. مثلا اگر صبحانه میگیرن صبحانه خدا کوشش کنن از محصولات شیر یا تخم باشه که اکثرا رایج هم است، اما مقدارش هم به اندازه بگیرن. باید به صبح کوشش کنن از یک چیز میلا یا ترکیب استفاده کنن، چوش به صورت عموم از غلجات است، مثلا بریم یا دست یا پا که پروتین نباتی داره هست، مواد نشایستهی داره، حضی بگیرن و دیگه هم کوشش کنن که حقیق میگه ترکیبی داره میگه را تایمای درجه شدن دیگه را خواهی میتونن هست ترکیبی استفاده کنن. بایدش شب هستم که هم میتونن هر موادی که نشایسته داشته باشه، چون تایم شب زیر طوله نیست یک غذایی بگیرن که سبک و زود هضم باشه. این غذا ها میتونن هم خودش سالمی بکنن، هم وزن بگیرن، هم طفل جنین رو دبر کن. این دلیل شما شاید پرسش دارم باشد که نام غذا وزن زیاد میکنم. زیادتر غذایی که متاسفانه بگویم غذایی همونی بسیار خوشمزام است، او غذایی که زیادتر با روغن یا روغن مسته یا روغن زرد یا روغن پخته پزیده که روغن نباتی میگیم کنه یا روغن حیوانی او بیان میشه، واقعا خوشمزه میداشه. همه قسمت زیاد حیوان غذا مواد شحمی میداشته باشه. وقتی مواد شحمی رو میگیم و مقدار شحم در وجود زیاد میشه، دیگه مواد غذایی که ضرورت است که ویتامین ها منحال است این دیگه دیده نمیشه. نمیده تا مواد شحمی و تا پروتین کاربوهیدرات هم شاید باید نسبتا کم باشن. این نیست که وقتی او رو میبینن چون باید دیده ضرورت میداشته باشه اگه جد میکنن وزنی زیاد میشه. این وزنی زیاد از این خطرات را که دیده نفسن هم پیچی را بشه نده دارد. بله بسیار صد. حالا زمانی که اضافه وزن میگیره یا خانم باردار ناشی از امی لوازمی که خوراکی های غیر قابل استفاده میکنن و ای که فعالیت کمتر نداشته باشه، برای اینا چه ورزش هایی را شما پیشنهاد میکنین؟ به خاطر کاهش وزن یا که وزنشان به محد معمولش برسه از چه ورزش هایی استفاده؟ خب البته اینا باید وزن خودم بیشه به شکل دقیق داشته باشن. این نیست که ما بگوییم که اقدر فعالیت کنیم که حتی به هفته یک کیلو کم شد، این مثلا نیچه که اون ضرورت داره که تخشون باید نمیکنیم باید بندازه باشن. اینا حقیقت بسیار شکل کارهای خوب استید که همه اگر تایم صبح وقتر از خوب بیداشن برابر یک نیم ساعت اینا که بگوییم کنیم این ورزش هم هست و عوام صاف می باشن، یعنی در نفس هوای خوب اکسیژن هم درست به وجودش می رسنن و گرسنه هم میشن و یک اشته طبیعی پیدا میکنن. هم مثلا بگید که میتونه کارهای منزل هست
که اگر با اون شکل درستش و آرومی و استگی بگیرم خوب داره. و از طرف دیگر باید از هر غذا حرکت داشته باشن، یک حرکت که اگر مسئول کارون و منزل می باشن هم خوب است، اگر من باشه یکم پدگر بکنم بکنم دیگه. به خاطر که ای خود عضلات پای شکم در حرکت نه میشه که یکم حرکات جمناستیکی از قسمت شانه ها و دستا هم یکم تکانون منظم داشته باشن که دیگه میتونه در قسمت اطرافوزی یا دستو و قفص سدی زده کنن که داشته باشن. اینه که اینو بسیار بدونم و بسیار ورزش های سختی کنن، اینه ورزش های سبوته که روزانه نیم ساعت هم شاید فایدشن کنن، میتونم خودشن ساعت من باشن هم دیمیج. بله بسیار خوب دکتر سر. دکتر سر یک سوال در ذهن من خلق شد که بیشتر خود ما متوجه هستیم، امی دور برخ چیزا رو میبینیم خانمهای باردارا. بعضن با گفته شما که روی خوراکی بیشتر صحبت داریم، مادرای گرامی میگن که مال دو نفر شده، میگه غذا زیادتر نوشیجان میکنن به خاطر اضافه وزن، هم شاید مشکل پیش بیاد. این غذا خوردن از اینا یا اضافه وزن از اینا که خود مادر اضافه وزن میگیره، میگه مثلا من غذا بخورم که طفل من قوی بیاید، هر چقدر من زیاد بخورم طفل شاید قوی بیاید یا نموش بیشتر باشه. آیا تا چی اندازه میتونه این حقیقت داشته باشه، تا چی اندازه این نرمال است؟ وقتی که خانم وزن خدا بفهمه، اما طور که گفتیم خب ما نمیم که برابر بچند بگیرن یا نگیرن، شاید شب برابر بچند اما متنوی باشه. مثلا فرمودی شما اینا بچند میگیرن، اما غذایی که شب استفاده کنن بسیاری که وقت همون رسو برخواد گر میکنن میکنن صد برده، این خب مناسب نیست. درست از دو چند شد اما به چند میگه یک نظر کمیت خوب شد اما نظر قیفه مناسب نیز باشن. از این سبب حقیل اینا غذا را به چند هم میسازن یا نمیسازن کوشش کنن که مختلف باشن. مال در خوشبختانه میتونم شما ترکیبی و میوه های بسیار خوب دارن و نسبتا به دسترس هم هست که اگر هزیاد پولی از این میوه های خود استفاده کنن شاید بهتر باشن نسبت به اینکه به چند سه چند غذا بخورن. بله خانم دکتر سر، واقعا سخنان بسیار زیبا و مفیدی برای ما داشتین. در اخیر به عنوان جنبندی بس آیا هم کلام خشم این سخن البته کلام آخر ما هست که اینا قبل از اینکه که البته رو باید در شروع اشاره میکنم، قبل از اینکه اینا خدا آماده بسازن برای مادر شدن، اینو باید از من خود خواب باشن، مقدار خون خدا بفامن، نویت خون خدا باید بفامن، این چیزا رو یک پستایی داشته باشن. من اینو که خانم معامله میشه تحت مراقبت باشن و ببینن تا آیا من یا افتای اولی که ما گفتیم ما بیدن از 300 گرام وزن میگیرم نمیاندازم یا کم است. با دیگه باید روزانه 500 گرام وزن بمیاندازم میگوشی یا کم. کم می باشن یا زیاد می باشن، نظر به این می تانن خدا بسیار خوب آیار کنن و با ادایت های بسیار کم می تانن خودشان هم خانم باشن و هم خودشان. بسیار آره دکتر صاحب استفاده کردیم از صحبتش می خواهد خوش آمدید. خوش آمدید دکتر صاحب. بله هموطنان عزیز، موضوعی بسیار عالی را امروز در برنامه با خانم نحوی عزیز بحث داشتیم که درباره وزنگیری مادر در زمان بارداری بود که چقدر افزایش و کاهش وزن در زمان بارداری مهم هست و باید یک مادر تا چه اندازه افزایش وزن و کاهش وزن برش روش تمرکز داشته باشه و توجه داشته باشه، که در مورد خوراکی هایی که مضر بود و خوراکی هایی که مفید بود صحبت کردیم، درباره تمرین و غذاهایی که میتونن بیشتر استفاده کنن صحبت کردیم، که انشاءالله مادران عزیز که بیننده برنامه بودن بتونن از این موضوعاتی که امروز ما بحث کردیم استفاده کنن.